اینجا ما بنشینیم امورات هم خودش اداره بشود. اگر بنا باشه کاری بکنیم که هیچ تغییری ایجاد نشود، هیچ تحولی ایجاد نشود، خب اون دیگه کار نیست. به خصوص در شرایطی کشور ما، ما نیازمند تصمیمات تحول آفرینیم. همه میدونیم ساختارهای اقتصادیمون اشکال داره، ساختارهای اداریمون اشکال داره، مصرفمون اشکال داره، توزیع منابعمون اشکال داره. خب اینا رو بخوایم اصلاح کنیم نیازمند تصمیمات بزرگیم. تصمیم بزرگم یعنی شما باید خودت رو برای بعضی تبعات آماده کنید. ای وطن، به تن تو جان دارم، پر از شکوه ایثارم. مرز خطر پذیری ما صیانت از منافع ملی است. I request that you immediately release my personnel and my boats and return to my unit. Over. اعلام می دارم که ملت کریم ایران و نظام جمهوری اسلامی در عین اقتدار و داشتن حق قانونی برای محاکمه این نظامیان با تأسی به پیامبر عظیم الشأن اسلام، این 15 نفر را مورد عفو قرار داده و آزادی آنان را به مردم انگلیس هدیه می نماید. بعضی وقتا منافع اشخاص و گروه ها و احزاب و دولت ها جای منافع ملی رو می گیره و خطرپذیری ها منتقل میشه به این ور. خب اینجا دیگه محافظه‌کاری و فرار از مسئولیت و هی به عهده تعویق انداختن و خب همین هدفمند کردن یارانها، خب یه کار بزرگی است که 20 سال حرفی زده میشه، همه گفتن، همه نوشتن، تبدیل به قانون شده چند دوره، به قانون برنامه شده چند دوره، اما اجرا نشده. شاید در ذهنشون این بوده که برای دولت‌ها خطر آفرینه و به وجه دولت یا به آراء دولت ها آسیب میزنه. پس ما فکر میکنیم یه دولت میاد برای همین کارها. ما باید منافع مردم رو حفظ بکنیم، منافع کشور و مساله کشور. توانمندی های ملت ایران باور عمیق دارم. من اعتقادم اینه که فناوری که امروز در اختیار بشر هست از دسترس ملت ایران دور نیست. یعنی دانشمندان ما، متخصصین ما، جوانان ما قادر هستند که به مرزهای دانش و فناوری امروز دسترسی پیدا کنند. منتها باید ما قاطعانه تصمیم بگیریم و پشتیبانی کنیم از اونها. همین ماهواره بر وقتی میخواست
شلیک بشه، عده‌ای اومدن انقدر نامه زدن سر صدا، آقا نمیشود، موفق نمیشه، چه نمیشه. قبلش خب یه دونه شلیک شده بود برای اینکه آزمایش بکنن، یه بار خبر ناموفق بود. کی بود آیدو؟ موشک فرستان تقریبا کامل عمل کرد، اون مرحله آخرش یه نقص فنی پیدا شده بود. بعد در موشک دوم ماهواره رو چند فاصله نصب کردن، اون در حوالی شهریور بود، این یکی در بهمن ماه. هنوز ما باید فرصت بدیم و این توانستن رو هجی کنیم و زمزمه کنیم و جلو بریم. بحث کشتی سازی خب توی این چند ماه سرعت خیلی خوبی گرفته. سرعت خیلی خوبه؟ یعنی از دو سه ساعت قبل تا حالا اینطور شده دیگه؟ از اونها که آقای وزیر تشریف آوردن، گزارش های ما اینو نمیگه. وقتی دو سال پیش اومدیم من به دو تا وزیر گفتم آقا اینجا باید فعال بشه، معلومه که فعال نیست. هی گفتم آقا فعال بشه، گفتن داریم یه کارایی میکنیم. این حرف ما 140 دولت شما چقدر نقش داشته؟ این قبلا کارخانه درست شده بود اما استقبال نشده بود و متوقف بود، کارخانه قبل از این دولت. این دولت ما اومدیم شرکت‌های داخلی گفتیم بعد از این بخرید، یه مدت تقویت کردیم، قرارداد بستن، الان داره کار میکنه. 5 تاش اومد وارد شد، سالی 10 تا میتونه بسازه. تله توسعه هم داریم به هوا. بله، ما دنبال یه کارخانه هواپیمای پرپیکر هستیم، مذاکره کردیم با دو جا، یکی با روسیه مذاکره کردیم، پیشرفت کرده، نزدیک قرارداد با آقای پوتین هم توافق کرده بودیم، امیدوارم هستیم به نتیجه برسیم. بعضی ها میگن این دولت خیلی خوششانسه که این سری پروژه‌ای که سالها رو زمین بوده در این دولت تموم شده. واقعا این سوال وجود داره که شما برای اتمام این پروژه ها که از قبل باقی مونده بوده برنامه ویژه‌ای اجرا کردی که تموم شد یا نه تو هم روال طبیعی خودش تموم شد؟ بله، ببینید سرعت کار در این دولت چند برابر شد. به طور طبیعی پروژه نیمه تمام تمام میشه دیگه. اما این که میگن هر کاری دولت میکنه مال دوره ماست، این از اون حرفای خنده داره. چطور 16 سال 4 تا دولت پیاپی کارا رو همه رو انجام دادن، نیمه کاره گذاشتن که بعدن تکمیل شه؟ این که خیلی بده، مدیریت اون از زیر سوال میره، برنامه‌ریزی اون از زیر سوال میره. شما باید در زودترین زمان ممکن یه پروژه رو تمام کنید و الا غیر اقتصادی میشه. اما تعداد پروژه های شروع شده و پایان یافته در هر دولت معلومه. آمار دارین برین؟ ببینید در دولت قبل تو 5 سال 49,000 پروژه شروع شده بود، 19,000ش تمام شده بود، بقیهش رسید به ما. در خود این دولت بیش از 100,000 پروژه شروع شده که بیش از 70,000ش تمام شده. این 7-8 میلیون تن فولادی که اضافه شد همش تو این دولت بود. پالایشگاه گاز پارسیان که بزرگترین پالایشگاه گازی کشور در همین دولت کلید خودم دادن تمام شد. اصلا ما نرسیدیم بریم افتتاح کنیم. بسیاری از پتروشیمی ها ایناست، بعضی از فازهای پارس جنوبی، فاز 9 و 10 در این دولت شروع شد، این دولت هم تمام شد. 20 سال مردم آذربایجان غربی و شرقی منتظر بودن پل روی دریاچه ارومیه تموم بشه. میخوان امسال تا پایان سال دریاچه رو عبور بدی. مردم مسافرت نوروزیشون از تو پل. این پروژه 27 سال مردم چشم انتظارشن، بعد باز پول میبره یه جایی که تا چند سال دیگه نیاز نیست. چطور میتونه آدم اینو قبول بکنه از پیمانکار و مشاور؟ چطور میشه قبول کرد؟ اما اصل پل وسطه، چون اگه میخواستن خاکریز بزنن که همون 28 سال پیش تمام میشد، دریاچه دو قسمت میشد، باید پل زده بشه تا محیط زیست دریاچه حفظ بشه. اکوسیستم رو پل که به هم نزده، چون پل ارتباط هست، اکوسیستم رو او خاکریزهایی که قبل از این دولت انجام شده به هم زد. یعنی در اون خاکریزها باید تعداد زیادی پل زده میشد، پل های کوچک آبرو و لوله هایی گذاشته میشد که ارتباط دو قسمت دریاچه به طور کامل برقرار بشه، چون آب اونجا غلظتش زیاده، سنگینه. خب این کار نشده که در این دولت تصمیم گرفته شد، ابلاغ هم شد به وزارت راه که بر اون کار انجام بده و کامل کنه کار.